در طراحی صحنه ابتدا معنا مهم هستش و دومی زیبایی بصری. تئاتر بیشتر یک هنر شنیداریه تا هنر دیداری. من سجاد هستم. اومدیم با یک برنامه دیگه ای از کارگاه کارگردانی و بازیگری با گروه هنری ساویس و اینجا کارگاه تئاتر. بعد از مدت ها اومدیم با یک برنامه دیگه ای از تئاتر آکادمی. به برنامه این هفته طبق کامنتی که گذاشته بودید و خواسته بودید در مورد طراحی صحنه به صورت جزئی تر براتون توضیح بدم، این جلسه رو به طور خاص اختصاص دادم به بخش طراحی صحنه در تئاتر که در سینما هم کاربرد داره. حالا من تا اونجایی که تونستم جواب کامنت ها در مورد طراحی صحنه رو تو همون کامنت ها داده بودم، اما دیدم که بهتره که و طبق خواسته شما یک برنامه در همین حوالی که میشه همین برنامه رو اختصاص بدم به موضوع طراحی صحنه. خب طراحی صحنه رو اول که میخواییم بررسی کنیم باید بریم سراغ تاریخچش. طراحی صحنه در تئاتر تا قبل از قرن 19 میلادی خیلی کلی بود و زیاد اهمیت داده نمیشد. یعنی چند تا نقاش معروف بودن که نقاشی هایی که میتونست برای صحنه های تئاتر های مختلف کاربرد داشته باشه رو میکشیدن در سایز بزرگ، در پشت بازیگران برای صحنه قرار میدادن و بازیگران جلو اون بازی میکردن. این تابلوهای نقاشی مختص یک تئاتر نبود، ممکن بود برای چندین تئاتر بنا به داستانشون مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین طراحی صحنه به معنای طراحی اتفاق نمی‌افتاد که طراحی حتما و حتما باید بر اساس داستان خلق بشه و هر دفعه بازآفرینی بشه، نه اینکه تکرار بشه. بنابراین تا قبل قرن 19 در طراحی صحنه هیچ چیزی به اسم عمق نمایی و ایجاد اختلاف عمق میدان وجود نداشت. بنابراین طراحی صحنه ها کاملا فلت و مبتنی بر هنر نقاشی بود. اما از قرن 20 با پیشرفت علم و معنا پیدا کردن هنری به اسم طراحی صحنه و ساخت صحنه و ساخت دکور، اومد این طراحی صحنه در تئاتر از معنای عامی که داشت به معنای خاص تبدیل شد. یک کارگردان تئاتر همونطور که قبلا در جلسات قبلی بهتون گفته بودم توی تمام بخش‌های تئاتر باید یک اطلاعاتی داشته باشه که بتونه مدیریت هنری کل اثر رو بر عهده بگیره. طراحی صحنه و بخش طراحی صحنه هم یکی از اون بخش‌های مهم هست که کارگردان باید از اون آگاهی داشته باشه. از نمونه‌های خوب و قوی توی سینمای جهان که طرف هم کارگردان هم از طراحی صحنه و حالا به تبعش طراحی لباس و طراحی گیریم اطلاعات فوق‌العاده‌ای داره و در ابتدا اصلا نقاش بوده، کارگردان سینما آقای تیم برتون هست. یک کارگردان باید آگاهی داشته باشه از طراحی صحنه که بدون وقتی یک خط روی یک صحنه قرار میگیره چه مفهومی رو میرسونه. باید یک کارگردان از طراحی صحنه آگاهی داشته باشه که بدونه وقتی میخواد یک شیعی روی صحنه قرار بده، یک بخشی از دکور رو قرار بده، با توجه به معنا و مفهوم فراگیری که از کارگردانی و متنی که تو ذهنش داره، این شیع باید چه بافتی داشته باشه تا در زمینه اون مفهومی که میخواد به مخاطب برسونه کمکش کنه. یک کارگردان باید از طراحی صحنه با خبر باشه و اطلاع داشته باشه که بدونه وقتی میخواد رنگ انتخاب کنه برای شی، برای لباس، برای دکور روی صحنه، بدونه اون رنگ داره چه مفهومی رو میرسونه. آیا رنگ شناسی و این هارمونی رنگی که استفاده کرده، بهتر بگم این پالت رنگی که استفاده کرده روی صحنه، در راستای ایده فراگیر متن هست، در راستای کارگردانیش هست؟ حالا بریم یکم از عقب‌تر نگاه کنیم. کارگردان باید ماشین صحنه رو بشناسه. این جمله یعنی چی؟ یعنی که کارگردان باید هر آنچه که روی صحنه میاره از نحوه کارگردانی، شکل، لباس، نوع دیالوگ گفتن، لحن، هر چیزی که روی صحنه میاره
به نماد پردازی نزدیک بشه. یعنی شما به عنوان یک کارگردان نحوه نگاهت به اطراف باید برگرده به دوران کودکی. باید از این همسانسازی که در اجتماعی شدن و بزرگ شدن و بالا رفتن سن بهش مبتلا میشیم دور بشیم. بذارید بهتر توضیح بدم. یعنی اینکه وقتی که ما میایم یک شی رو روی صحنه قرار میدیم و به جایی که به خود ظاهر شی اشاره کنیم، به نماد و معنایی که پشت اون شی هستش اشاره میکنیم، در واقع به جوهره اون شی داریم اشاره میکنیم و از لایه اولی که هر آدمی میتونه به یک چیزی نگاه کنه عبور کرد. طراحی صحنه یکی از بخش‌های مهم نمود پیدا کردن این ماشین صحنه هستش. در واقع طراحی یک نماد پردازی هستش، نه یک چیدمان ساده. حالا یه سری چیزا به اسم قرارداد صحنه داریم که دیگه یکم از طراحی صحنه فاصله میگیره، بین کارگردان و مخاطب هستش. کارگردان میتونه تو تمام بخش‌های اثر خودش یک سری چیزها رو به عنوان قرارداد با تماشاگرش ببنده و بر اساس اون داستان رو جلو ببنده. یک قرارداد در صحنه ممکنه یک قرارداد تاریخی در تئاتر باشه، مثل تعریف قاب صحنه که اگه کسی از این فاصله خارج شد، یعنی از اون اتاق، از اون محیط خارج شده و به تبعش اگه وارد شد، وارد یک صحنه شده، و میتونه قرارداد جدید باشه. این در طول یک کار از ابتدا تا انتهاش که داریم میبینیم، برای تماشاگر یک چیزی رو قرارداد کنیم و تا انتهای کار همونو حفظ کنیم. مثلا اگر من به جای خفشو بگم 21، یعنی که با تماشاگر بعد از یه مدت قرارداد میکنم که هر جا بازیگر من گفت 21 یعنی خفشو. کارگردان باید تاریخ تئاتر رو بشناسه، چون در طول تاریخ تئاتر اون چیزی که تغییر کرده فرم تئاتر نبوده، فرم تئاتر همیشه ثابت بوده. این نماد پردازی های تئاتر هستش که تغییر کرده. حالا بخوایم به صحنه پردازی و ابزارهای صحنه پردازی که یک نمای بزرگتری نسبت به طراحی صحنه هست یک تعریفی داشته باشیم، میتونیم این ابزارها رو توی چند دسته بخش بندی کنیم. یکی معماری تئاتر، یکی صحنه آرایی تئاتر، لباس، نور پردازی، صداست، هر چیزی هستش که به یک کار اضافه میشه تا در راستای بازی بازیگران و کارگردانی کارگردان و در انتها بر رسیدن معنای شفاف و واضح و درست از صحنه به تماشاگر یاری دهنده و کمک دهنده هستش. پس ابتدا در رساندن معنا داره کمک میکنه، در وهله دوم به زیبایی بصری داره کمک. اگه این اولویت جا به جا بشه، طراحی صحنه معنای درست اتفاق نیفتاده. در طراحی صحنه ابتدا معنا مهم هستش و دومی زیبایی بصری. به عنوان نکته آخر که در واقع شروعی بر مطلبی هستش که در جلسه بعد با هاتون صحبت میکنم از تئاتر آکادمیک، این جمله است که حواستون باشه تئاتر بیشتر یک هنر شنیداریه تا هنر دیداری. شاید بپرسید برای چی؟ و شاید دانستهاتون تا الان مخالف این حرف باشه، اما برنامه بعدی ها حتما از تئاتر آکادمیک نگاه کنید تا بفهمید که من در مورد چی صحبت میکردم. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید و توی تمام شبکه‌های اجتماعی از کانال تلگرام و پیج اینستاگرام ساویس حتما و حتما ما رو حمایت کنید. لایک و کامنت فراموشتون نشه و لطفاً و خواهشاً همین الان به صفحه اول کانال یوتیوب ساویس دکمه قرمز رنگ سابسکرایب رو کلیک کنید. لایک و کامنت فراموشتون نشه. زنگوله طلایی رو هم به صدا درگیرید تا هر وقت ویدیو جدید گذاشتیم اولین نفر باشید که اون رو می‌بینید. تا برنامه بعدی، بدرود.